داد از بیداد، فریاد از بیداد. عرض ادب و درود و احترام دارم خدمت یکایک هم میهنان عزیز و نازنینم در سرتاسر این جهان هستی. بار دیگر با برنامه دیگر در شبکه رسانه ی داد در خدمت شما عزیزان هستیم با دو مهمان که من فکر میکنم یکی از این عزیزان، البته هر دوی این عزیزان، اما یکی از این عزیزان نامشون بسیار گوشنوازتر و چشم آشناتر هستند. جناب آقای دکتر خلیل خلیلی پور دارستانی عزیز و نازنین و همچنین جناب آقای دکتر سام منتظری نازنین، خبرنگار مستقل و آزاد و همچنین عضو شورای ملی تصمیم. درود عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و خیلی خوشحالیم که امروز شما رو در این برنامه داریم. معطلی بدون فوت وقت میریم سر اصل مسئله و خب همونطوری که هم شما و هم همه عزیزان و هم میهنان در این چند وقت گذشته دیدید و شنیدید، اخبار رو دنبال کردید، مجددا جمهوری اسلامی یک قتل دیگر، یک پرونده سیاه دیگر به پرونده های خودش اضافه کرد و اون هم قتل بیرحمانه مهسا امینی، دختر کرد ایران، و داغدار کردن خانواده این عزیز و کل جامعه ایران بود. خب خیلی اتفاقات افتاد و باعث شد که این جریان، این کشته شدن این فرزند برومند ایران زمین، باعث شکلگیری تجمعات و جنبش های خیلی زیادی در سرتاسر ایران بشه. من اینجا میخوام از جناب آقای دکتر خلیل خلیلی پور دارستانی به واسطه پیشکسوتی و اون بزرگمنشی خودشون ازشون درخواست بکنم. نظر شما چیه جناب آقای دکتر؟ بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست. به نام پایندگی ایران و با آرزوی سربلندی و سرافرازی برای ملت بزرگ ایران در خدمت شما هستم. آغاز سخنم رو با خانواده این دختر بسیار بسیار خوب دارم، اگرچه این دختر، این ژینا، این ترجمه زیبای زندگی به زبان کردی میهنی ما تعلق خاص به این خانواده نداره، در مورد خاص که چرا، ولی در تعلق عام فرزند و دختر ایران است. در نتیجه من به پدر و مادر و وابستگان خانوادگی و واسکار خونی خانوادگیش دلارامی میدهم، ضمناً یک شادباش هم دلارامی به خانواده خاص این دختر و به مردم ایران. و اما شادباش نه به سلک و سیاقی که جمهوری اسلامی به تبریف و تسلیت میگوید، خیر، به گونه دیگر شادباش به این اعتبار که این دختر جاودانه شد. بسیاری از مردم زاییده می شوند برای اینکه بمیرند، پس از مرگ خاتمه پیدا می کنند. برخی از انسان ها در برخی از نقاط جهان به واسطه های گوناگون می میرند تا با مرگشون جاودانه بشوند. گردآفرید رو اگر سخنگستر توس فردوسی بزرگوار به جامعه ادب معرفی کرد، به گمان من حیات سیاسی امروز ایران این دختر رو، ژینا رو جاودانه کرد. ژینا جاودانه شد. ژینا از این جهت جاودانه شد که در طی 43 سالی که، یا نزدیک 44 سالی که مردم ایران شاهد حکومت جمهوری اسلامی هستند، جمهوری اسلامی برای بقای خودش به سنت فکری که داشته است، سنت فکری جمهوری اسلامی همه می دانیم که تکلیف
در تخریف رو گاهی به ضرب زور، زور منجر به مرگ هم اعمال میکنند و کردند. جمهوری اسلامی در طی این 3 سال نتوانست، بضاعتش رو نداشت، به نظر من ظرفیتش رو نداشت که حالا که در مصدر قدرت قرار گرفته است به قاعده و قانون نگهداری قدرت هم بیاندیشد. میتوانست، اگر میخواست میتوانست، اما این اگر میخواست چون گره میخورد به بضاعت علمی و آخوند بضاعت علمی لازم رو نداشت، در طی مدت نتوانست خودش رو به روز بکند و بداند که جامعه‌ای که به روز زندگی میکند، ببیشه با این خلق عظیم انفجار اطلاعاتی که از طریق همین رسانه‌های مجازی به وجود آمده است، جامعه جلوتر داره حرکت میکنه. جمهوری اسلامی توان حفظش رو نداشت. عشقش این بود که به آدم‌هایی که دورورشون هستن مگسان گرد شیرینی بیشتری بچشاند تا اونها بتوانند مثل سگ‌های درنده به موقع برای اینا پارس بکنند و خون مردم بریزند، ادامه داد. اکنون رسیده به یک درجه‌ای که دیگه مردم، حتی خود اونهایی که در بدنه قدرت زندگی می‌کنند، شرم دارن بر اینکه آشکارا بخواهند از یک چنین وضعیتی در ایران حمایت بکنن، احوازت بماند. من شنیدم هواپیمایی از لبنان وارد شده، کسی نیرو وارد کردن، نیروهایی که دست نشانده هستن، نیروهایی که نیابتی هستن، نیروهایی که اجیرن، نیروهایی که خودفروخته هستن. بلافاصله بعد از شنیدن اون جریان گفتم که خیلی این شانس مفیدی برای مردم ایران هست، چون بدنه سپاه پاسداران که در حقیقت ضابطین و مجریان اصلی نگهداری حکومت در میدان هستند، این قضیه رو به فالنیک نمیگیرن که سهل است، برای خودشون اهانت تلقی میکنن. اهانت بین اعتبار که پروندهی که هم از آخور میخورد و هم از توبره، او که در میدان حاضر نمیشود، او از دست جان خودش تو خونش هم پشت پنجره برای تماشا نمیماند. این بچه ها میپرسن، این بچه ها همون گونه که جامعه رشد دارد، این جوان های پاسدار و بسیج هم به رشد رسیدن. اینا بلافاصله به این نتیجه میرسن که دیگران میآیند بکشند و جریان به نام ما تمام بشود، در نتیجه مقاومت خواهند کرد. این مقاومت موجب میشود که به صفوف ملی جامعه افزوده بشود. این اعتبار من با اینکه متاثر هستم از اینکه یک شاه دختر، یک دختر گل، یک گرد آفرید به روز در چنین واقعی جانش رو که عزیزترین دارایی هستیش بود از دست داده است، به مردم از جهت این قضیه که او جاودانه شد و جهت دیگر این که این جاودانگی او موجب می شود که سال 1401 راهی جدید به پی باید، شاد باش می گیرم و آرزو می کنم که چنین وضعیت های دیگه شاید نباشه.